با درود فراوان به شما عزیزان، برنامه رابطه ها رو خوش آمدید. من دکتر فرجان زینی، روان درمانگر و مشاور خانواده هستم، در کنار دکتر پیمان رؤوفی، روانشناس. خوش آمدید. ممنون از شما خانم دکتر زینی عزیز. من هم سلام دارم به عزیزان خودمون و خوشحالم که توی برنامه دیگه با هم دیگه این رابطه رو داریم که میتونیم با شما عزیزان صحبت کنیم. شما هم میتونید با ما صحبت کنید، چون سوالات و نظراتتون رو دارید برای ما میفرستید و برای خانم دکتر زینی یه سوالی فرستادید که اتفاقا میخوایم امروز در موردش صحبت کنیم. بله، دوست عزیزی فرموده بودن که با خانواده همسرمون چجوری باید رابطه رو برقرار کنیم، تنظیم کنیم، نگه داریم و چجوری میشه جلو رفت. میدونی رابطه همسر بعضی موقع ها از قبل مثل اینکه تعیین شده، مثل مادر زن و عروس یا خواهر شوهر، ببخشید مادر شوهر و عروس یا خواهر شوهر یا مادر زن و داماد، یک کدوم از یه سری از اینها فضای فرهنگی خودشو در داستان ها گذاشته. یعنی مثل اینکه میدونی یک گروهی هستن که به هر صورت یه سری چیزها رو برای خودشون ساختار شدن، این مادر شوهرت این اتفاق براش میفته. درنچه میبینیم که خیلی موقع ها آدم ها از قبل یک سری ایده هایی دارن به اینی که این رابطه قراره که جنگ باش باشه یا این رابطه قراره که خیلی عالی باشه. انتظاراتی ورای واقعیت اون رابطه ممکنه داشته باشن و شاید بتونیم اینها رو باز بکنیم. نکته خوبی رو اشاره کردید، برای اینکه اساسا حالا اسم اون مقام یا اسم اون رابطه هرچی که هست یه سری چیزهایی رو همراه خودش میاره. یعنی اگر ما یه چیزی رو لیبل میکنیم، همراه این لیبل یا برچسب یه ویژگی ها و مشخصات هم انگار همراهش میاد. یعنی اگر به یکی میگن ایشون رئیسه، پس بد اخلاق بودن، ایرادگیر بودن، نمیدونم سوال و جواب کردن، اینها هم همراهش میاد، در حالی که هستن واقعا رئیسایی که اصلا اینطوری نیستن. و یا اینکه خب وقتی میگن مادر شوهر، ممکنه حالا یه افرادی فکر بکنن که خب این مادر شوهر ممکنه ایرادگیر باشه، از عروسش بخواد ایراد بگیره، چش دیدن عروسش رو نداشته باشه، در حالی که واقعا مادر شوهرهایی رو میبینیم که اصلا تو این قاعده نمی گنجن و بلکه بسیار هم مهربان هستن و بسیار هم دوستی میکنن. و یا اینکه فرض کنید معلم و شاگردی، معلم حتما باید درس بپرسه، حتما بد اخلاق باشه، داد بزنه، حالا اون موقع با خطکش میزدن، با خطکش بزنه، در حالی که خب ما یه چیزیست که به صورت فرهنگی شاید تو خیلی از واقعا فرهنگ‌های دنیا، حتی در غرب هم خیلی این رایج هست. یعنی برچسب‌ها یک سری تعاریفی رو همراه خودشون میارن، اما آیا ما قراره که همه این تعاریفی که همراه برچسب میاد رو بپذیریم؟ مثل این میمونه که واقعا یه چیزهایی رو ما بسیار عمومیت بهشون میدیم و اونقدر عمومی میکنیم که هر اسمی، مثلا اگر بگن فلان کس از فلان شهره یا فلان کس از فلان کشوره، یه سری ویژگی های خاصی رو هم از جمله مثلا حالا مهربان بودن، خسیس بودن، نمیدونم مهمان نواز بودن، اینجور چیزا هم همراهش میاد، در حالی که واقعا میبینیم که در بسیاری از حتی از اقوام این ممکنه صحت نداشته باشه. بقیده من اون چه که باید توجه بکنیم در رابطمون این هستش که خیلی درگیر این برچسب ها نشیم. اجازه بدیم، یه اصطلاحی هست که میگن هیچ وقت کتاب رو بر اساس جلدش قضاوت نکنید، کتاب رو باید بخونید تا ببینید این کتاب چیه. من فکر میکنم در رابطه هم باید وارد رابطه شد و بعد شناخت فرد رو. وقتی در اون دوره‌ای که داریم میشناسیم، اونجاست که میتونیم تعریف بکنیم. حتما نباید بر اساس یک برچسبی که وجود داره وارد اون قضاوت‌های پیش پیش خودمون بشیم. دقیقاً. یکی از موارد تاریخی که فقط در مسئله ایران نبوده، در تمام دنیا در تاریخ وجود داشته، این بوده که پسر اول مخصوصاً یا پسر خانواده قاعدتاً وقتی که پدر خانواده نبوده، قرار بوده که زندگی بقیه خانواده رو بگردونه الا مادرش رو. به خاطر همین خیلی کمک میکرده که رابطه اونها خیلی قوی بمونه، چون اگر یک خانم دیگه وارد خونه میشده و شرایط رو نمیپذیرفته، اتفاقی که میفته اینه که کل اون خانواده از هم میپاشیدن. قسمت دیگه ای هم بودش که در خیلی از
جاها، حالا ایران و قسمت‌های دیگه، دخترهای خیلی کوچیک رو وقتی به ازدواج میکردن و میرفتن، اونها معمولا میرفتن خونه شوهر، که خونه شوهر معمولا در کنار پدر و مادرش بود، برای اینکه همه ایلی داشتن زندگی میکردن و در حقیقت اون یک زن داشت، از یک دختر در حقیقت داشت، از خونه پدر و مادر خودش و از زیر سلطه پدر و مادر خودش حالا میرفت توی خونه دیگه ای که اون خونه دیگه یک ملکه ای داشت، یک کسی رو داشت که اون خونه رو در حقیقت جلو می برد، قوانین اون خونه رو میذاشت و خلاصه مادر شوهر رئیس میشد توی اون خونه و یک انسان جدیدی وارد شده بود اونجا که تازه خیلی موقع ها مادر شوهر باید این رو به عنوان مثل دختر خودش تربیت میکرد، ولی خب واقعا دختر خودش هم نبود در حقیقت، بعد تربیتش میکرد که به پسرش رسیدگی بکنه، برای اون داشت تربیتش میکرد که در حقیقت به پسرش رسیدگی کنه. و اینجا میبینیم که نیت ها یه مقدار از کجاها داره میاد. خب شرایط خب خیلی عوض شده در قرن 21، این اتفاقایی که داریم میگیم الزاما نمیافته و آدم ها خب اون ترکیب رابطه ای رو که دارن با هم جور میکنن و درست میکنن رو باید متفاوت بدونن، ولی اگر میبینیم که از کجا خیلی از این موارد به وجود اومده، خب یک سری داستان هاست که این جایگاه های قدرت رو داشته نشون میداده و به این که فرزند یک مادر همیشه جایگاه قدرت رو برای پسرش فرزند داره و این تحویل قدرت به یک خانواده دیگه یا کسر کردن اون قدرت، تا اینی که این فضا بیفته بین تازه مدرن بودن و زن و مرد جدید با خود با هم دیگه این قدرت رو دارن در کنار هم در میون میگذارن، خب یک شرایط ممکنه که جدید چند شاید 100 ساله، حتی کمتر، حتی میتونیم یه 50-60 ساله، بیشتر نیست. حالا وقتی که نگاه میکنیم به ساختار اون رابطه خود یک زن و شوهر، اون وقت میتونیم ببینیم که چجوری قدرت ها اونجا گذاشته شده، چجوری اون فضا رو اینها میتونن که برای خودشون فضای مساواتشون رو بگیرن، احترامشون رو نگه دارن و با هم تنظیم بکنن که چجوری این حریم ها رو میگذارن برای هر خانواده ای، تمام کسانی که اطرافشون هستن، چه خانواده زن باشه چه خانواده مرد باشه، چجوری قراره که این جایگاه جدیدی که به وجود اومده برای خودش ارزش های خودش رو داشته باشه، قوانین خودش رو داشته باشه، ارجعیت داشته باشه برای اون ولیو ها و ارزش ها و بعد برای اشخاص دیگه این تعیین رو بکنه. ولی این رو هم باید شما نگاه بکنید، یه گروهی به تو زندگی ما بودن به عنوان مادر، پدر، خواهر، برادر برای عمری، بعد یک دفعه ما ازدواج میکنیم، هنوز اولین ماه که نشده اصرار بر اینه که تمام اینها باید تغییر پیدا بکنه، نه اینه که تغییر پیدا نمیکنه، ولی این اصراری که همین الان باید تغییر پیدا بکنه، احساس اون شخص با زمانی که داره اتفاق میفته همون لحظه اتفاق نمیفته، میدونی؟ یعنی ممکنه بدونم که اوکی ما دو تا باید بیایم بشینیم حرف بزنیم و قوانین خودمون درست بکنیم، ولی احساسی ممکنه هنوز طول بکشه تا اینه که من این ارجعیات رو تغییر بدم. کار مامانم که مام حرف میزنه باید بذارمش درجه دوم به جای همسرم، عادتم این بوده که مامان حرف میزنه خب باید گوش بدم برفش دیگه، من بزرگ کرده دیگه، و تا این عادتها بیاد نظر احساسی تغییر پیدا بکنه، بعضی موقع ها میبینین که آدم ها شدیدن دارن پارو تو پای خودشون پای هم دیگه میذارن و حتی خانواده عادت نداره. من تا امروز بچه‌م مجرد بوده، بهش بودم بیا برو تو زندگیش دخالت می‌کردم، بهش میگفتم این کارو بکن اون کارو بکن، تو خونم زندگی می‌کردم، بهش میگفتم بعد ای حالا که فردا ازدواج کرد رفت، پس من دیگه زپت هیچ دیگه نگم، مگه میشه این همه حرف دارم چیکار بکنم با این همه حرف، همین تموم شد و اون هم درسته، بله تموم شد، ولی اینه که احساسی بتونم خودم رو ببرم جلو برای این جریان یه مقدار طول داره و لازم هستش که به همدیگه وقت بدیم، به همدیگه وقت بدیم تا در اون نقش جدیدی که حالا هستیم و به عهده گرفتیم بتونیم خودمون رو پیدا بکنیم، بشناسیم
و به قول معروف خودمون رو متعادل بکنیم با اون نقش. یه موردی که به نظرم میاد که این هم مهم هست این هستش که حالا بنده صحبت از برچسب کردم و این که بعضی از ما آدم ها وقتی یه فردی رو باهاش برخورد میکنیم که یک برچسبی داره، رئیس هستش، مادر زن هستش، مادر شوهر هستش، معلم هستش، دکتر هست، یه سری تعاریفی رو با اون برچسبی که از اون فرد داریم تو ذهنمون در نظر میگیریم. حالا میخوام من بگم از اون طرف هم باز همینطور میتونیم در نظر داشته باشیم، به این معنی که اگر یک فردی خودش رو مادر شوهر میدونه و یا فرزن رئیس میدونه، اون هم ممکنه بر اساس این برچسب یه سری تعاریفی رو برای خودش در نظر گرفته باشه و حالا اون هم هستش که باید یه مقداری این تعاریف رو متعادل بکنه و متناسب بکنه با اونچه که در حالا دنیای امروز به قول فرمایش شما داریم زندگی میکنیم. یه سری از این تعاریف ممکنه واقعا از 50 سال پیش، 100 سال پیش به دلایل تاریخی و فرهنگی و نیازهای جامعه اون موقع آمده باشه. پس منی هم که این برچسب به نوعی روی من هست، حالا به عنوان دکتر هستم، به عنوان رئیس هستم. یه زمانی من در تهران در یک کنفرانسی شرکت کردم و از من خواسته بودن که یه سخنرانی داشته باشم راجع به حساسیت حرفه پزشکی و پرستاران به قومیت‌ها و اقلیت‌های قومی و نژادی به عنوان بیماران خودشون در اون محیط بیمارستان، و این نیاز احساس شده بود توسط رئیس بیمارستان که احساس کرده بودن که پزشکان و کادر پزشکی و پرستاری یه سری کارهایی رو دارن انجام میدن که صرفاً در قالب همون برچسبها هست و یه مقداری اون انعطاف پذیریشون کم بود نسبت به پذیرش افراد جدیدی که از یک قومیت دیگه هستن، از یک نژاد دیگه هستن، اصلا از یک کشور دیگه هستن. چون در ایران خب افرادی هستن که از کشورهای همسایه افغانستان، پاکستان، عراق ممکنه به ایران آمده باشن و اونجا فرض نیازمند درمان هستند. و این نکته خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته بود توسط کادر پزشکی و پرستاری، چون میخواستن بدونن، میخواستن یاد بگیرن که خب ما تا حالا فکر میکردیم به هر حال اگر من پزشک هستم یه سری کارهایی رو باید اینجوری انجام بدم. بعضن حتی حالا پزشکان عزیز خیلی هاشون بسیار بسیار حرفه‌ای هستن، بسیار به قول معروف امپاتی دارن، درک دارن از بیماران خودشون، ولی بودن افرادی که یه مقداری خشک برخورد میکردن، یه مقداری خودشون رو محکم میگرفتن، خیلی با بیمار ارتباط مستقیم برقرار نمیکردن، خیلی با خانواده همدردی نمیکردن و اینها هم قبلا وجود داشت. حالا به عنوان مثلا پزشکی که فقط باید یه حرفی بزنه و بدوه بره، حالا ما اینو تو بعضی از این فیلم ها و سریال هایی هم که حتی امروز داره تهیه میشه در ایران باز من میبینم و شاهد هستم که اون نقشی رو که از پزشک دارن نشون میدن یک مقداری خشکه، انگار عجله داره و میخواد بره، خیلی فرصت نداره توضیحی بده، شرحی بده، از وضعیت بیمار بخواد توضیح بده. خب این ها برچسب هست به نظر من. یعنی ما اگر تعاریف برچسب ها رو خودمون هم در نظر بگیریم، اگر اسم من پزشکی، اگر اسم من مادر نمیدونم شوهره، مادر دختر هست و یا هرچی دیگه هست، من لازم نیست حتما اون چرا که در این برچسب به من تحویل داده شده رو انجام بدم. من میتونم یه نگاهی بیاندازم، شاید واقعا یه مقداری درک کردن، گوش کردن، توجه کردن، انعطاف پذیر بودن، محبت داشتن، اینها بتونه اصلا به بهتر شدن رابطه ما خیلی بیشتر کمک بکنه. در نهایت این رابطه هست که میتونه بسیار بسیار کارساز باشه. ما میدونیم در بحث پزشک و بیمار یکی از اون چیزهایی که بسیار برای بیمار اهمیت داره همون رابطه ایست که با پزشکش داره، رابطه صمیمی و اعتمادی است که به پزشکش داره یا به روانشناسش داره. خب ما روانشناسا این رو بسیار یاد میگیریم، بسیار روش توجه میکنیم که رابطه روانشناس و مراجعه کننده کلن شاید واقعا نصف تراپی رو بتونه انجام بده و اینقدر مؤثر و مفید هست. حالا ما در روابط دیگه هم همین رو میتونیم ببینیم. یعنی یک رئیس در محیط کاری، انجمن روانشناسان آمریکا یک کارزاری رو سالهاست شروع کرده که جایزه میده به بهترین
تجارتی که از لحاظ روانشناسی میتونه کارمندان خودش رو خوشحال نگه داره. و ما میدونیم که اون رئیسی که میتونه با کارمندش رابطه خوبی داشته باشه، رابطه صمیمی داشته باشه، به حرف او گوش بکنه، نظرات او رو داخل کار تصمیم گیری کمپانی قرار بده، میتونه رئیس موفق تری باشه. خب اگر قرار بود برچسب رئیسی رو رعایت بکنه و با همون وضعیت بره جلو که خب فقط بد اخلاقی و نمیدونم حساب کشیدن و تو دوربین ها نگاه کردن که ببینه کارمند داره چه کار میکنه، یه موقع وقت تلف نکنه، به جز این چیز دیگری نبود. ولی اگر انعطاف پذیری داشته باشه و از اون برچسب بیاد بیرون، پس ما این برچسب رو که داریم صحبت میکنیم، یکی به عنوان فردی است که برچسب روش هست، به عنوان مادر شوهر، یکی به عنوان عروسه که حالا اون برچسب رو میخواد اونجوری که اسمش روش هست ببینه و درک بکنه، یا نه میتونه این امکان رو بده که شاید این فرد صرفاً این برچسب و اونچه رو که مربوط به اون هست رو رعایت نکنه و بهتر از اونها باشه. دقیقاً صحبتی که میفرمایید اینه که آیا من در برداشت‌های خودم گیر میکنم، یا اینی که حاضرم که واقعیت رو برای اون چیزی که هست رو بسنجم، ببینم و رابطه‌ای رو با این شخصی که جلوی من هست در حقیقت قرار بدم تا اون برچسبی رو که تو ذهنم برای خودم درست کردم. غیر از برچسب‌ها آقای دکتر، انتظارات و توقعات هم هست. بعضی موقع می‌بینین با اشخاص من حرف می‌زنم، میگه من انقدر رابطه خوبی با مامان خودم داشتم که دلم می‌خواست عین همین رابطه رو با مادر شوهر خودم به وجود بیارم، ولی نشد. مادر شوهر من طرف من رو نمیگیره. خب این شاید یک انتظار غیر واقعی باشه که من فکر بکنم که آدم های دیگه این همون رابطه رو برای من به وجود میارن که مادر خودم برام به وجود آورده. یا اینی که من داشتم سعی میکردم که برم جلوی خانواده و بگم که شوهر من چه کارایی کرد، یا برم جلوی خانوادهش و بگم زن من چه کار کرد. خب یک شاید انتظار غیر واقعی باشه که من برم جلوی پدر و مادر یک نفری و راجب بچه‌ش شروع کنم بد گفتن و انتظار داشته باشم که اونا بهشون بر نخوره، ناراحت نشن، طرفداری هم نکنن و فقط بیان طرفداری من رو کنن. یه مقدار این انتظارات واهیه. به خاطر همین نگاه کردن اینی که من با چه انتظاراتی دارم میرم جلو و رابطه رو واقعا نمی‌سنجم به اینی که آیا اصلا حرکتی که من دارم می‌کنم درسته یا نه. شما بچه‌ی خودتون هر چقدرم بد باشه، گناهکار باشه، وقتی یه نفر دیگه تو مدرسه به کسی میاد راجبش بد میگه، ما قد علم میکنیم، برمیگردیم میگیم نه بچه منه، بدم که از بچه منه، حتما دارید رو صحبت بکنیم، من میتونم هرچی میخوام بگم، تو حتما دارید صحبت بکنیم راجبش. یه سری چیز هست که خیلی طبیعیه، ولی با انتظارات واهی ما این فضای طبیعی رو از در حقیقت از این مسئله ما میگیریم. یادمون میره که ببین تا روز قبل از عروسی من آدم غریبه بودم، و تازه چون اومدم یه دونه امضا کردم پس دیگه حالا فضا برای من به وجود نیومده که فوری من یک سری حق و حقوقا دارم که باید برم اینجا حقوقامو پا بذارم زمین و بگیرم. میگن اول برادریتو ثابت کن، بعد ادایرز کن، بیا اول توی رابطه، بذار یه مقداری رابطه بره جلو، بذار آدم ها نیت تو رو داشته باشن، اعتمادشون به تو سلب بشه، بعد یواش یواش اگر داری میری، حتی اگر انتقادی هم داره میشه، اونجا اون وقت میتونی ببینی که با اخلاق و شخصیتی که اون اشخاص دارن، اینا هم آدم هایی نیستن که تو بخوای بذاری برن، برای اینکه هیچ وقت اون شخص ممکنه رفت و آمدش رو کم کنه، ولی از قلب اون شخص پدر و مادرش نخواهد رفت و اصرار خواهد داشت که اینا رو تنظیم بکنه. اینجا من فکر میکنم این انتظارات غلط یا برداشت های غلطی که ما داریم انجام میدیم ممکنه که صدمه بزنه به این رابطه ها و خیلی بده وقتی این صدمه میخوره، چون فقط شما دو نفر نیستین، فرزندانتون هستن، اونها هم این شانس این که با پدر بزرگ و مادر بزرگاشون باشن، با عمه ها و خاله و دایی ها و عموهاشون باشن داره ازشون گرفته میشه. بنابراین اگر از اول این خشت رو ما سالم و درست بذاریم و با احترام کامل با احترام با اون اشخاص رو در رو بشیم، به عنوانی که یک آدم، حتی فکر بکنیم مثلا من میشه میگم کسانی که بیزنس دارن، فکر کنین که خانواده های همسرتون مثل مشتریاتون هستن، چجوری باید باهاشون با احترام صحبت بکنین، نه اینی که صمیمیت رو حس نکنین، ولی خیلی موقع این رابطه ها آنچنان صمیمی نیست و نخواهد بود برای آخرام. و یا اینی که با یک نفر شما ممکنه تو خانواده جدید خیلی صمیمی بشید، با بقیه خدم انتظار نمیتونه داشته باشه. خانواده جدیدتون 10 نفرن، شما با هر 10 نفر خیلی صمیمی باشین، با خانواده خودتون فکر نکنم با هر 10 نفرشون صمیمی باشه.
اینجا اونجاست که انتظارات خودتون رو نگاه کنید. فقط یه مسئله دیگرم اضافه کنم قبل از اینکه شما بتونید برنامه رو جمع‌بندی بفرمایید، اینه که به خود همسرتونم راجع به پدر مادر و خواهر برادرشون بد نگید. یعنی یه قانونی هست، اگه چیز مثبتی ندارین بز حرف مثبتی ندارین بزنین، خواهش کنم نزنین، چون عین همونه که برای هر کسی بچه‌ش ناراحت میشه، هر کسی هم مادر پدر خودش حاضره بگه اینو دوست داشتم اون دوست داشتم، ولی باز یه نفر دیگه راجبشون حرف بزنه احساس میکنه که هویت خودش رو زیر سوال گذاشتن. خیلی دردناکه برای کسانی که باید این وسط میذارن، حس میکنن تیکه پاره میشن بین همسرشون و خانواده خودشون. و این یک فضایی که اگر از لحظه اول اون خشت ها درست گذاشته باشه خیلی کمک میکنه هم به سلامت خود رابطه، به سلامت رابطه های بزرگتر، و همینطوری زیباتر میکنه رابطه رو وقتی ما مشکل به وجود نمیاریم توی فضای اون. حالا اگه مسموم باشه یک رابطه ای، خب زن و شوهر میتونن هم نگاه کنن به چجوری یواش یواش بخواد اون رفتارهای مسمومانه اطرافیان رو بتونن روش جلوش وایسن و عوض بکنن. من حالا به عنوان جمع‌بندی هم اگر باشه، من میخوام این توصیه رو به افرادی بکنم که اگر احساس میکنن دارن توی زندگیشون اذیت میشن از صحبتهایی که دیگران و اطرافیان و یا افراد جدید، حالا بعضی ها ممکنه حتی در خانواده خودشون باشن و یا در خانواده‌ای که تازه به اونها پیوستن، یک همچین فشاری رو تحمل میکنن، من فکر میکنم مستقیما صحبت کردن با اونها، نه از روی جنگ، نه از روی دعوا، نه از روی تخاصم، بلکه صحبت نرم و آرام کردن و اینکه خب من یه چیزایی از این دست من رو ناراحت میکنه و فکر میکنم که اگر اینها نباشه بهتره، برای رابطمون بهتره، من برای شما احترام زیادی قائل هستم، شما رو دوست دارم. و این حالت یه مقداری به اون فرد هم آرامش میده، به اون فرد یه مقداری شاید اطمینان قلب بده که این فردی که تازه به زندگی ما و یا خانواده ما پیوسته برای جنگ نیامده، برای اینکه بخواد ما رو دور بکنه نیامده، برای اینکه بخواد جای ما رو بگیره نیامده. و این آرامش میتونه خیلی کمک کننده باشه. چنانچه ما این کارها رو انجام دادیم و این آرامش رو به قول معروف هدیه دادیم، اما کار نکرد و نشد و همچنان مشکلات سر پا بود، واقعا خب توصیه بسیار خوبی شما کردید که همسرتون رو نکشید وسط، او رو اذیت نکنید، از او نخواهید که جنگ رو انجام بده. اما به هر حال شاید یه مقداری شاید فاصله گرفتن ها لازم باشه، یعنی ما اون باوندری ها رو نگه می‌داریم، سعی می‌کنیم حالا شاید برای یک سری زمانهای واجب و مهمی مثل تولدی، عروسی، عیدی، چیزی برای رفت آمدها لازم هست اونها رو انجام میدیم، ولی شاید یه موقعی هستش که رفت آمدهای خیلی زیاده از حد و پشت سر هم و زود زود ممکنه خیلی پسندیده نباشه. فکر میکنم به آخر وقتمون رسیدیم، درسته خانم دکتر؟ خب پس من همینجا به دوستان میگم که راه ارتباطی با شخص من از طریق تارنمای رؤوفی.com raoofi.com هستش، شبکه‌های اجتماعی اونجا قرار دارن، این قسمتی هم هست که مستقیما میتونید پیام خودتون رو از طریق تارنما برای من ارسال بکنید و امیدوار هستم که حتما از شما عزیزان بشنوم. خانم دکتر زینی به fujan.com، تارنمای fujan.com fujan.com و دکتر فوجان زین تمام آدرس‌های سوشال میدیا هست. مرسی از اینکه با ما بودید، تا هفته آینده، روز و شبتون خوش. Thank you.